تماس با ایران می تواند راحت، سریع، بدون قطعی و با کیفیت عالی باشد. تماس با ایران می تواند کم هزینه و مطمئن باشد. تماس با ایران می تواند با سرویس پینلس کسپین ویب باشد. کافی است تلفن منزل خود را از کسپین ویب بخواهید و با نرخ باور نکردنی $12.50 در ماه و بدون هزینه دیگر هم پس انداز کنید و هم از امکانات نشانگر تلفن، پیامگیر و غیره برخوردار شوید. راستی اگر می‌خواهید در کنار اقوام خود بودن را حس کنید، با اختصاص یک شماره 8 رقمی تهران به صورت نامحدود و بدون هیچ هزینه اضافه با بستگان صحبت کنید. caspianwave.com حقتون هست الان در باز نکنم یا نه؟ میدونین ساعت چنده؟ سلام. ببخشید فکر کردم بابا هستن. بفرمایین تو. سلام. سلام. انتظار نداشتی من بیام؟ نه نه، ولی خیلی خوب کار کردی. چرا زحمت کشیدی؟ قابلی نداره. متشکرم. بفرمایید. بابا هنوز نیومدن خونه؟ طبق معمول. دکتر سهرابی کجاست؟ امروز شیفتش بود، هرچی منتظرش شدم نیومد. قرار بود امروز زود بیاد. تلفن بیمارستانم که هرچی میگیرم اشغاله. یه زنگ دیگه بزنم. بهش بگین دست این بابای ما رو هم بگیره، کشون کشون بیاره خونه. برخان دکتر، بابا نفهمه امشب. باشه. 125 موتور 125 ترمزای خوبی نداره. برادرم هم داشت، تصادف کرد مرد. اگه خوب شدی بفروشش ماشین بخر. ماشین بهتره. این باقی رو چکار کردی؟
سرتون بود؟ با موتور تصادف کرده؟ الو سلام. بله داشتم میرفتم خونه. سرش ضربه خورده، دستش هم فکر کنم شکسته باشه، یه خورده وضعیتش مشکوکه. این بود که گفتم ببنش آی‌سی‌یو. میخواستم اگه ممکنه شما خودتون بیاین یه بار معاینش کنید. ولی من امشب باید زودتر برم خونه. نرگس سفارش کرده که حتما امشب زود بیام. من بهش قول دادم آخه. به هر حال اگه ببینیش بد نیست. اومدم. آخرین باری که براش جشن تولد گرفته بودیم 4 سال پیش بود. مامان خدا بیامرز هر سال براش کیک میگرفت. ولی هیچ وقت نشد بابا سر موقع برسه. یا اصلا نمیامد یا اینقدر دیر میامد که... میخوای یه زنگ دیگه بهش بزنم؟ نه نیومدنم بهتر. دو نفری میشینیم که کارو میبریم و کلکشو میکنی. من یکی که قاتل شیرینیم. سلام. چی شده ماما؟ بیزاشتی یه ها صبح بیامدی. 10 تا زنگ زدم تا خانم رو پیدا کردم. در زن باباش تماس گرفتم نبود. پیغام گذاشتم تو تخوشو برسم. تو کجا بودی؟ بعد از اون رفته بودم خونه محبوب دوستم. نمیتونستی یه خبری ماما تو رو قرآن ول کن. حالا حالش چطوره؟ داداش من حالم خوش نیست. تو برو این ورقه چیه پذیرشو پر کن. مگه پول همراه نیست؟ پولشو خودم دادم. تو برو اون ورقه رو پر کن. باباتون که فکر زن و بچهش نیست. منم که هوش و حواس درست حسابی ندارم. 5 سال نرده این زیرزمین خرابه. حالا این فرقا تو زیرزمین چی کار داشت؟ هی هر روز پا میشه میره اون تو زیرزمین. به تو چی؟ چند بار بهت بگم تو کار هم دیگه دخالت نکنی. آقای دکتر بچه‌م. خدا رو شکر حالش خوبه. خونریزی هم نداره. فقط یه خورده برام سرشی که اونم برطرف میشه. میتونم ببینمش؟ باید دستش گچ بگیرم منتقلش کنم به بخش، اون وقت میتونیم ببینیمش. آقای دکتر کی میارم بچه‌مو؟ اگر منظورتون از بچه اون جوونیه که تو اتاقه، هیچ مشکلی نداره، میارنش. شیشش از خودمون میگیری. نرگس جان میگم لاغل شمع رو خاموش کن تا بابا بیان آب میشه. تولد بابا مبارک. من بالاخره نفهمیدم تو امشب خوشحالی یا ناراحت. هیچ کدوم، فقط خیلی گشنمه. شام بخوری؟ بذار زنگ دیگه بزنم، اگر دیدیم که دیر دارن میان میخوریم. فقط یه زنگا. جدی؟ مبارکه. تو هم اونجایی؟ خیلی خوب. فکر کنم تا 30 40 دقیقه دیگه بتونم بیام. باشه با هم میام. باشه بهش نمیگم. ولی میگم مریم، حالا اگر یه وقت مورد اوژانسی خیلی خوب بابا، خیلی خوب میام.
چیزی که نمیخوای. قربانت، خداحافظ. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مثل این که دکتر سهرابی هم امشب مهمونه. میبینی تو رو خدا، امشب عروسی دختر خالم بود، اون وقت من اینجا. شانس ندارم دیگه. میگی من چیکار کنم؟ خانم فرامکی چرا انقدر عصبانی هستی؟ من چی گفتم؟ از بعد از ظهر تو همینجوری یه ریز داری میگی میخواستم برم عروسی، لباسمو نگرفتم، پول نداشتم کادو بخرم. خب حالا که قسمت نشده بری دیگه. دست درد نکن، خوب کاری کردی. حسن باید میزدی تو گوشش. چه معنی داره آدم برای جشن تولد بگیرن اون وقت دیر بیاد؟ بس دیگه، مسخره بازی در نیار. چرا پرت و پلا میگی؟ حالا چرا ماشین نگرداشتی؟ من میخوام بدونم اگر آدم نظرشو به دوستش بگه این اسمش میشه دخالت؟ مگه ما دوست دکتر آرمان و نرگس نیستیم؟ اگه من نگران حال روز نرگس هستم و نگرانیمو به پدرش میگم این اسمش دخالته؟ حالا حال روز نرگس چجوریه؟ چه مشکلی داره؟ غیر از اینی که بنده خدا باباش یه خورده دیر به مراسم جشن تولدش رسیده، اونم علتش کاملا روشن بوده، برای اینکه نگران جون یه آدم دیگه بوده. این حالا چه ایرادی داره؟ توی اون بیمارستان دکترای دیگه هم بودن که بتونن به اون مریض برسن. اصلا ما میگیریم که ایشون نمیتونسته سر ساعت بیاد. چی میشد اگه یه تلفن به این دختر میزد که با هزار دلخوشی تمام خونه رو آماده کرده بود برای ورودش؟ میز چیده بود، کیک گذاشته بود، شمع روشن کرده بود. تازه همون روزم قرار گذاشته بود که ایشون زودتر تشریف بیارن خونه. این بخشش درست، اینجا رو قبول دارم. هزار سال دیگه نمیخوام قبول داشته باشی. عجب آدمیه، دارم میگم قبول دارم دیگه، چرا دعوا داری؟ اعصاب آدم خورد میکنی. پری، پس فردا میریم دادسرا. آقای دکتر، الان درد داره بچه‌م. بله، یه مستکم براش نوشتم، نیم ساعت دیگه تزریق میشه. زبون رو در بیار. پسرتون قبلا سابقه بیماری داشته؟ اصلا چطور مگه آقای دکتر؟ هیچی، همینطوری گفتم. با اجازه. اگه چیزی هست تو رو خدا به من بگین آقای دکتر. خیلی ممنون. دکتر آرمان هم متوجه شدن، فکر کنم براشون آزمایش نوشتن. به هر حال باید دید علتش چیه، بیشتر حواستون رو جمع کنید. اگه موردی پیش اومد منو بیخبر نذارید. بله حتما. سلام. این چیه دستش؟ نمیدونم. رضایی، این چیه دستش؟ سلام خوزرست. چیزه. چیز چیه؟ چیزه، دلمه بادمجون. دلمه بادمجون؟ بله. چی میبری؟ مادی گفت که داری میری بیرون هوا بخوری، دو مبادم جون من و مادرم آورده بگیر بیار. امادی بیمار اتاق 91 کره؟ بله. اگه تو فضولی، آخه کی به تو میگه این کارا رو بکنی؟ رفتم هوا. تازه عمل کرده، این چیزا براش خوب نیست. بده به من. رفتم هوا بخورم. بده به من. من بعدا خدمت تو میرسم. بده به من. واسه من خوبه. برو تو اتاقت. بفرمایید. سلام دکتر. بابا سلام، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. دکتر بابت دیشب من معذرت میخوام. چی؟
برخورد مگه میگم. مگه چی بود؟ بهتون بد گذشت؟ بگذاری الان رفتم بیمار دیشبی رو دیدم، پرستار دولتشایی موقعی سرم زدن به دستش متوجه یه چیزایی شده بود. منم اون چشما و دستا رو دیدم با اون سرگیجهی که باعث زمین خوردن شده، حقیقتش یه خورده مشکوک شدم. شک نکن، اون معتاده، آزمایشش. منم اول از قیافش و چشماش و اینا شک کرده بودم. فکر میکنی پدر مادرش بدونن؟ والا چی بگم؟ بعید میتونم. بهتره با پدرش صحبت کنیم. البته اون آقایی که باشه داییشه، پدرش میگن رفته جنوب ماموریت یا همچی چیزایی میگن. راستش من هم حدس میزدم که فرهاد معتاد باشه. چند بارم غیر مستقیم با گوش کنایه با مادرش صحبت کردم، اما جرأت نکردم که اصل مطلب بهش بگم. چرا؟ ببین آقای دکتر، خواهرم آدم به خصوصیه. فکر میکنه تو دنیا فقط اونی که بچه داره. انقدر لیلی به لالای این دوتا بچهش گذاشته که نگفتنی. هر وقت آدم دهن باز میکنه که میخواد در مورد بچه‌هاش صحبت بکنه، زندگی براش تلخ میشه. خواهرم همیشه فکر میکنه که تمام مردم دنیا به بچه‌هاش حسودی میکنن. فرهاد چیه؟ چیکاره است؟ چی میگه؟ مادرش که فکر میکنه نابغه است. چی نمیفهمه؟ میگه تو کار موسیقیه. البته یه دلنگ دلونگی میکنه. کتابم زیاد میخونه. حالا چه کتابی نمیدونم. کلا آدم گوشه‌گیریه. از همه فرار میکنه. هیچ کس هم واسه خودش نگه نداشته. نه دوستی، نه فامیلی. نمیدونم به کی رفته. هر وقت فاک فامیل هم میخوام بگن چرا اینجوریه، مادرش به طرف داریه فرهاد جونش که اگه عصبیه، اگه تند خوه، فقط به خاطر اینکه روح حساسی داره. نمیشه ازش توقع داشت مثل بچه دیگه آروم باشه و حرف گوش کن باشه. به هر حال شما با مادرش صحبت کنید، چون واقعا این قضیه شوخی بردار نیست. خیلی سریع به مادرش بگید که من موقعیتشو ندارم. یعنی چی؟ شما مگه برادر این خانم نیستی؟ برادر که چرا؟ ببین آقای دکتر، من بیرو درواسی بهتون بگم، من تو خونه خواهرم زندگی میکنم. خب آخه چی بگم؟ اون اصلا حرف من نمیخونه. این پسر فرهاد تالا تو عمرش یه بارم به من سلام نداد. آها بله. نمیدونم، شما خودتون باهاش صحبت بکنین بهتره. البته یه قشقرقی را نندازه، قش نکنه پس نیفته. ندارم چی بگم، ما که هیچ وقت نفهمیدیم پسر چشه. آره مامان، خودم به زنگ میزنم. مامان خداحافظ. چرا من مرخص نمیکنه؟ هیچیم نیست. من خودم میدونم. چقدر قور میزنی تو فرهاد؟ خب بعد چند روزی تحمل کنی دیگه. به تو چه مربوط هستن؟ برو بیرون. کسی نگفته باید اینجا قرقر منو گوش کنی. برو بیرون. کی واس خاطر تو مونده؟ اگه مامان دست تنها نبودا، به خاطر آدمی مثل تو که خیال میکنه از دماغ فیل افتاده، هیچ وقت هم نمیموندم. مامان بگو این بره بیرون. فریبا مگه نمیبینی حالش بده؟ مامان بابا بگو لاغل بیا یه مسکن بزنم، درد میکنه. میدونی مچم درد میکنه؟ بگو بیا یه مسکن بزنم. دو سه بار رفتم گفتن تا دکترش نیاد دستور نده ما نمیتونیم. بلمون کن، این همه پول میگیرنش غلطی نمیکنه. چطور موقع پول گرفتنش از دکترشون دستور نمیگیرن؟ چطور دایی؟ فقط درد داره. یه صبور پیشه دکتر آرمان پرمیم. دکتر آرمان؟ همین که صبح فرهاد رو ویزیت کرد، میخواد ببینتت. چیکارم داره؟
نمیدونم. چی شده مرتضی؟ نمیدونم. چی شده دایی؟ مسئله پیش اومده؟ نه، من هم مثل شما. مرتضی تو هم با من بیا. دیگه کجا میای؟ تو به اون پیش فراد ببینم چه خاکی به سرم شده. فریبا، فریبا، تو مگه کریم؟ آره. پرستار! چته؟ برو صداش کن. دیوونه. رابطش با پدرش چطوره؟ بد نیست. اما آقای دکتر پدرش خیلی گرفتاره. چون محل کار شهرستانه، بچه‌ها کمتر می‌بیننش. البته بچه‌ها به این وضع عادت کردن. این آقا فرهاد پسرتون مثل این که خیلی عصبیه. راستش آقای دکتر فرهاد روحیه حساسی داره. 5-6 سالش که بود نقاشی‌هایی می‌کشید باور نکردنی. همیشه سنش بزرگتر بوده. فهم و درکش هم از همسن و سالاش بیشتره. هنوزم گاهی اوقات یه حرفایی میزنه که جوانای دیگه اصلا نمیزنن. یه چیزایی براش مهمه که بقیه درک نمیکنن. رفتارش تو خونه چجوریه؟ یعنی چی؟ با شما، با خواهرش. خب اگه کسی سر به سرش نذاره صداش هم در نمیاد. یا تو اتاقش مطالعه میکنه یا با دوستاش تمرین نوازندگی میکنن. به هنر خیلی علاقه داره. اما اگه یکی عصبیش کنه و بهش پیله بکنه هیچکی جلو دارش نیست. تفلک وقتی هم که عصبی میشه کلی قرص مسکن میخوره تا آروم بگیره. این سوالا برای چی آقای دکتر؟ هیچی. من به پسرتون علاقمند شدم، میخواستم یکم بیشتر باهاش آشنا بشم. بفرمایید بیرون، خواهش میکنم. بفرمایید بیرون. شما دارید دستی دستی بچه منو میکشید. خب حالا ایشکی دایی بده ببینه اون چه چه. بریم بیرون. یه دقیقه آروم باش بابا. بچه خوشیدش نمیشه. بیا بریم. بچه میگم آروم باش. مگه مسکن نمیخواستی برات زدن دیگه؟ آقای دکتر اگر بازم اینطوری شد چیکارش کنیم؟ هیچی. این دفعه اگه داد و بیداد کرد ولش کنید، بزنیم بره خونهش، هر چی دلش میخواد بکشه، حتی عربده. آم دستم. آه. تو اینجا چی کنم؟ باز نمیدونم این ساعتمو کجا گذاشتم. هرچی هم میگردم پیداش نمیکنم. میرفتی موتورخونه میگشتی، شاید اونجا باشه. ساعت تو اینجا چیکار میکنم؟ تو چته؟ امروز صبح اینجا بودم، فکر کردم شاید جا گذاشته باشم. نره قول نونور. باید همچین میزدم تو گوشش که زندگی کرده یادش بره. به کی داری فحش میدی؟ آخه آدم اینقدر بیشور و احمق. سعید یه کمی شمرده تر، مؤدبانه تر صحبت کن، ببینم داری در مورد کی حرف میزنی. بابا همین پسره که دیشب ورش داشتن آوردن بیمارستان. خب چی شده؟ هیچی. آقا معتاد، مواد بهش نرسیده، بیمارستانو گذاشته رو سرش.
ما اومدیم به مادر چیزی نگیم، گفتیم نباید ناراحت بشه. اون وقت مادره درو باز کرده، هر چی از دهنش داره من نثار منو بیمارستان کرد که چی پسرمو داریم میکشین، چرا بهش نمیرسین؟ مادرش مگه نمیدونه این معتاده؟ نه خیر، دکتر آرمان فرمودن ما به مادرش چیزی نگیم، نباید این وقت مادرش قلبش بگیره و پس بیفته. خب راست میگه. چی راست میگه؟ چه واسه همون اول میگفتن یه خاکی تو سر بچه‌شون میکردن، اتفاق به اینجا هم نمیرسید. یه عمره همش فکر میکردیم فقر و بدبختی و بی پولی و کمبود محبت باعث میشه یه آدمی بره طرف اعتیاد. این بابا نه بدبخته، نه بی پوله، نه کمبود محبت داره، تازه از محبت زیادی مادره داره خفه میشه. بگو آخه تو دیگه واسه چی؟ هرسم میگیره از دست این جوانایی که نمیدونن چی میخوان، نمیدونن دنبال چی هن. تنها عشقشون اینه که دوتا نخ سیگار برن قایمکی بکشن، چهار تا نوار دلی دلی گوش بدن. پدرش چیکار است؟ چه میدونم، مثل که با اینا زندگی نمیکنه. بیا. این پیش تو چیکار میکنه؟ صبح اینجا بود، گذاشتم جیبم بعد بهت بدم. آها راستی سعید، من بعد از ظهر میرم پیش نرگس، منتظرم نباش. این آقای دکتر انگار با خودش هم دعوا داره. من بچه‌مو نیاوردم بیمارستان که شکنجهش کنم. اصلا نمیفهمم، نه اخلاق دارن نه به مریض میرسن. مریض داره درد میکشه، آقای دکتر به جایی که آرومش کنه باش کشتی میگیره. مگه موقع تشکیل پرونده و بستری شدن پول نمیگیرن؟ پول میگیرن که مریض سرویس بدن، پول میگیرن که مراقبش باشن، پول میگیرن که با همراهای مریض با خانم اینقدر پولتون رو به رخ نکشید. همون آقای دکتری که شما دارید اینقدر پشت سرش بد و بیرا میگید در مورد پسرتون داره بیشتر از وظیفت عمل میکنه. یادتون نرفته که دیشب تا چه ساعتی بودو بودو میکرد؟ اونم به خاطر آقا پسرتون. اگر نگران پولتون هستید میتونین بچه‌تون رو بردارین ببرین جای دیگه. من معذرت میخوام آقای دکتر، ببخشید. حالی من فکر میکنم اگر تو کار آقایون و همکارانشون دخالت نکنیم بهتر باشه. الحمدلله فرهاد که خطر متوجهش نیست، دوره نقاهتش میگذرن. همین. ببینید خانم، درد پسرتون علت دیگه ای داره. البته من با پدرشون تماس گرفتم، قرار شده خودشون برسونن. نگفتم بهت پروین؟ تو با این ادا اطوارت داری خودتو بابا و مامانو پیر میکنی. تو خونه که هستی خود به خود همه نگرانن. چرا؟ چون آقا عصبیه، چون آقا روح حساسی داره. تو کجا روحت حساسه؟ تو اگه یه ذره حساس بودی ها درک میکردی که بابا و مامان به خاطر تو چه مشکلاتی رو دارن تحمل میکنن. چرا دست از سرم ور نمیداری؟ چرا نمیری بیرون مثل مامور بایستی بالسن؟ به تو چه هستن؟ برو بیرون، هیچی نمیشه من، تو نترس. اونو که خیلی وقت نمیدونم جناب علی هیچی تو نمیشه. تب حساس جناب علی رو هیچی نمیتونه عوض کنه. برو بیرون. فریبا. نمیتونم دایی، نمیتونم تحملش کنم. من میرم خونه. تو دیگه چرا فریبا؟ من نمیدونم چرا امروز همه یه جوری با فرهاد چپ افتادن. من میدونم چرا. تو هم میخوای بری برو مرتضا، من اینجا هیچ کسا نمیخوام. چه حرفی میزنی فرهاد؟ همینقدر که تو برای من عزیزی فرهادم برای من عزیزه.
باباش الان بالا سرش بود. من مجبور نبودم اینجوری این در اون در بزنم که این بچه بیچاره که خداش بود بالا سر خونه زندگیش باشه. شماها بیچارش کردین، شماها آوارش کردین، هی گفتین گفتین درآمدت کمه، مسئولیت سرت نمیشه، انقدر گفتین که آخر بیچاره رفت شهر غربت. خودتو موثق سلام. ببخشید دکتر آرمان فرمودن که شما امشب مریضو تنها بذارید، تشریف برید منزل. آخه چرا؟ من میخوام پیش بچه‌م باشم. نمیشه خانم، شما نگران نباشید. معذرت میخوام، میتونیم یه لحظه ببینیمشو بریم؟ فقط چند دقیقه چون وقت ملاقات نیست. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی. پری، پری آروم باش. پشو پشو برو ببینشو بیا. صبح تا حالا این بچه دیوانه شده دادی بدادی. بله بفرمایید. خانم دکتر درد نمیذاره بخوابم. باید تحمل کنی. مسکن تو یک حدی میشه تزریق کرد. چی گفته؟ دکترت گفته. غلط کرده. ببین نشد. اگه بخوای سر صدا راه بندازی کلامون میره تو هم. اگه مسکن تزریق نکنی داد میزنم بیمارستانتون رو میریزم به هم. ما هم خیلی راحت دست و پاتو میبندیم به تخت، در دهنت هم با دستمال میبندیم تا عمق صداتو خودت بشنوی. آفرین پسر خوب. الو سلام بابا. ممنون. شما خوبین؟ همین الان رسیدم. بله پیغامتون رو گرفتم. چیکار هم داشتین؟ هیچی. من که گفته بودم میرم بیرون. خب ترافیک بود دیر شد. حالا مگه چی شده؟ بله بر بچه ها گالری نقاشی گذاشته بودم، رفتم دیدم. بله خونه خودشون. عیبی داره؟ نه خونه. باشه مواظب خودم هستم. خداحافظ. خداحافظ. بابا فردا دیره. بیا دیگه. نه با هتل اصلا کسی به کسی نی. بگو داش. آره آره شنیدم. یه ریتم کنی داره. آره اون اجازه دارم. آره. آره نه بابا یک بیمارستان مزخرفیه، اینه زندونه. چه انتظاری داری؟ فکر کنی آمریکاست؟ چه میدونم؟ یا اون گوشی دسته؟ امری بود؟ نه شما بفرمایید، من هیچ عجله‌ای ندارم. الو نه بابا من بعد بهت زنگ میزنم، فقط اون چیزی که بهت گفتم یاد نره. خب خداحافظ. این سرومو کی قطع کرده؟
میخواستم تلفن بزنم به خانم پرستار، گفتم قطع کنم. از کی معتاد شدی؟ ببین، من وقت زیادی ندارم که بخوام همه چی رو بازت توضیح بدم. تو آزمایشات همه چیز مشخص شده، سرگیجه، رشهای امروز و روزهای دیگه تو خونت، چشات. پس میریم سر اصل مطلب. از کی شروع کردی؟ چی میکشی؟ من کی مرخص میشم؟ ببین پسر جوون، اگه بخوای یه دنده بازی در بیاری واسه من خیلی راحته که بگم زنگ بزنن به نیروی انتظامی و بیان از اینجا ببرنت. اینجوری دردسر ما هم کمتر میشه. آقای دکتر، تو رو خدا کسی نفهمه. برات خیلی مهمه بابا، فکر کردی من چی ام؟ این پسرای تو خیابونی، من یه بار هم همچین آدمایی نشستم. چه برسه اینکه بخوام این اینا باشم؟ منم همچین تصوری از تو ندارم. به همین دلیلم فکر میکنم خیلی راحت میتونیم حرفای هم دیگر رو بفهمیم و پای دیگرون رو به این ماجرا نکشونیم. چه سازی میزنی؟ گیتار الکتریک. یه پیانو هم تازه خریدم. پدرت چی کار هست؟ معماره. خب حالا من به یه جوون اهل کتاب و موسیقی که نگیم بیشتر از سنش، لااقل به اندازه سنش دنیای اطرافش رو میشناسه، چی باید بگم؟ چه نصیحتی باید بکنم؟ بازم همون نصیحت‌های تکراری؟ درست آقای دکتر، من معتادم، سرم گیج میره، تنم رشه میره، بعض موقع هم دیوونه بازی در میارم، ولی من با همه معتادای دیگه یه فرق اساسی دارم. با همشونم نه، لااقل با خیلی هاشون یه فرق اساسی دارم. اونم اینه، همشون میگن دوست بعد اولین بار دوستم داد دستم، ولی من نه، من خودم رفتم طرفش، خودم خواستم ببینم چیه. هیچ چیز هم اندازه اون ارزام نمی کنه. نه ساز، نه کتاب، نه آدم های دور و برم، هیچ چیز اندازه اون راضی نمی کنه. نفهمیدم. من ریشه نارضایتی تو رو نفهمیدم. از هر چیزی که دور و برم بدم میاد، به هر چی چشم میندازم بدم میاد. پس داری از همه چی فرار میکنی ها؟ نمیدونم، احساس میکنم خیلی وقتا باید همه چیز رو فراموش کنم. شاید میخواستم دیگه هیچی نفهمم. تو که تو زندگیت مشکلی نداشتی، همه چیز واسه مهیا بود، آزاد بودی، تحویلت میگرفتن، دیگه چی رو میخواستی فراموش کنی؟ تو این شرایطی که من داشتم، بگذاریم، گیرم شدم نابغه تاریخ موسیقی. آخرش چی؟
خب منم به سن و سال تو بودم از این سوالا زیاد از خودم میکردم، شایدم بیشتر از تو، اما همیشه سعی کردم بگردم یه جوری جواب سوالامو پیدا بکنم. هیچ وقتم سعی نکردم سوالامو فراموش بکنم. به نظر شما این سوال جوابم داره؟ آره، ولی جوابی رو که هر کسی واسه این سوال پیدا میکنه به درد خودش میخوره، نه به درد دیگران. فعلا به مخت زیاد فشار نیار، بازم میشینیم با هم حرف میزنیم، فقط قول بده آروم باشی. خداحافظ. راستی به این رفیقتم زنگ بزن بگو امشب نیاد بیمارستان، ممکنه دم در جیباشو بگردن اون وقت. کجا بریم؟ بریم یه جا که بتونیم دو کلمه حرف حساب بزنیم. چیزی شده بابا؟ نه، خیلی وقت بود دنبال فرصت میگشتم که با هم حرف بزنیم. درباره چی؟ درباره خودمون، درباره کارهای تو. میخوام بدونم دخترم چه کارهایی میکنه، تو کارش چقدر موفقه. مگه شما به کارهای من علاقه مندی؟ همونقدر که تو از کار من بدت بیاد. پس یه خبر جدید بهتون بدم. قراره با بچه های نمایشگاه بندازیم. کجا؟ فلان جاشو پیدا نکردیم، دنبال یه سالن میگردیم که 3-4 روز در بس در اختیارمون باشه. چه جور سالونی؟ یه سالن دیگه که یه امکاناتی برای نمایشگاه داشته باشه. یعنی چی؟ خب یعنی که یه قابلیت هایی برای تزیین داشته باشه، پروژکتور داشته باشه، یا اگرم نداره بتونیم مثلا از سقفش پروژکتور وصل کنیم دیگه. چی شده بابا؟ نکنه خدای نکرده به هنر علاقه من شدی؟ نه، هنر ارزونی خودت. من فقط تو فقط به دخترم علاقه مندم. چه خبره؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ اگه من به دخترم توجه کنم این خیلی عجیبه. ولی یه چیزی تون شده. پس به اطلاعتون برسونم که از این به بعد یه چیزیم هست.
سلام. خودت پاشی تنها اومدی؟ دیدم تو خوابیدی طاقت نیوردم. خب صدام میزدی بیدار میشدن. دیشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم، همش دلم اینجا بود. حالا حالش چطوره؟ من که تو اتاق نرفتم. چرا؟ نمیدونم فرهاد چه دردی داره که دکتر از من پنهونش میکنه، نمیذارم برم تو اتاقش. مرتضی تو رو خدا، تو برو از این قایم موشک بازی سر در بیار. چرا به من نمیگم بچم چشه؟ حالا چی بگم؟ دکترش که بهش میرسه. آقا فرهادت هم که اگه ما رو نداره بچم. پروین برو بشین. خواهش میکنم برو بشین پروین. پروین آبرومون رفت، برو بشین پروین. بابا درد دارم، ولم کنید، ولم کن. از صبح تا به چی من میزنی؟ یه مسکن بزن، ولم کن. دارم مسکن نزد میزنن دیگه، ولم کن. ولم کن، ولم کن. ممنونم آقای دکتر. از من تشکر نکن، از دکتر آرمان تشکر کن که باعث شده اینجا جای هتل اشتباه بگیری. من نمیدونم واقعا دکتر آرمان از تو چیزی از خودش بپرسی. الانم میخوام بخوابم، اجازه میدی؟ گوش کن آقا پسر، فراموش نکن که من اینجا دارم بهت لطف میکنم. اگر به خاطر دکتر آرمان نبود، حاضر نبودم اجازه بدم یک لحظه دیگه هم اینجا بمونی. خودت میدونی که هیچ مرضی نداری، مشکل تو چیز دیگه ایه. پس اگه بخوای به این شلوغ بازیات ادامه بدی، مجبور میشم همه چیز به خانوادت بگم. ضمناً تزریق مسکنم فقط روزی یه بار، فهمیدی؟ شیطونی میگه هرچه دنم در میاد بهش بگم. ببخشید دکتر. سلام. سلام، حالت چطوره؟ بد نیست، دارن استراحت میکنن. میتونی بریم ببینیمش؟ بفرمایید، البته اگه آقا پسرتون مایل باشن شما رو ببینن. نمیخوای چیزی به خواهرت بگی؟ گوشی خدمتون. آقای دکتر تلفن. الو. سلام علی، دارم میام اونجا. باشه بذار وقتی اومدم. خداحافظ. سلام. سلام، چته باز؟ بالا ما نفهمیدیم مددکار اجتماعی دکتوریم چیکاریم؟ باز پیش این پسر فرهاد بودی؟ حالا همه اینا به کنار، اصلا تعجبم از این که این رفتار مهربانانه دکتر آرمان با این پسر چه معنی داره. اولین بار میبینن قدر از بیمارش بدش میاد. نه خیر، من اصلا بدم نمیاد، ولی هیچ اعتقادی به رفتار ملاتفت آمیز و مهربانانه با این آدمو ندارم. برای اینکه این آدم اگر بفهم مورد توجه قرار گرفته و یه عده مثل دکتر آرمان دارن بهش محبت میکنن، لیلی به لالاش میذارن، وقت اصلا یادش میره چی کار است. من هیچ اعتباری برای این پسر قائل نیستم که بتونه ترک کنه. تازه گیریم ترک کرد. من مطمئنم با کوچکترین تلنگری دوباره میره سراغ کار قبلیش. منم باز موافقم، ولی با بد برخورد کردنم چیزی حل نمیشه. برخورد با این آدم مثل راه رفتن روی لبه تیغه. نخواستیم بابا، یه دفعه هم که اومدی با ما موافق باشی اونم نصف نیمه و با شرط و شروط. سعید راستی، نرگس تماس گرفت باهام، میگفت این بابای من تازگی چه اتفاقی براش افتاده که اینقدر محبتش گل کرده.
مگه با دکتر آمان در مورد نرگس حرف زدی؟ نه، من فکر میکنم خودش به خاطر اون شب که شما دیر اومدین جشن تولد یکم وجدانش ناراحت شده. راستش من که خیلی خوشحالم، حالا هر علتی میخواد داشته باشه. الحمدلله، خدا رو هزار مرتبه شکر که بالاخره مشکلات و مسائل این نرگس خانم تموم شد و خیال ما هم راحت شد. راستی سعید، بعد از ظهر که یادت نرفته؟ بعد از ظهر؟ بعد از ظهر؟ نه، بعد از ظهر. بعد از ظهر چی بود؟ یادت رفت؟ نه جون تو، چیزه رو که زبونمه بسا. نمایشگاه. آه، نمایشگاه. نمایشگاه دیگه، نمایشگاه بابا، نمایشگاه سفال. منم همینه میگم دیگه، نمایشگاه سفال نرگس که قراره بریم بازدید کنیم و نظر بدیم دیگه. توصیه میکنم از این به بعد یه نخ دور انگشتت ببندی که یادت نره. خیلی حرف درست و منطقیه، ولی میگم 1% اگر من یه وقتی یادم رفت تو خود تنهایی برو. سعید بابا دارم میگم دیگه، خب 1% اگه این اتفاق افته. بیا دیشب که از اینجا رفتم تو را با خودم فکر میکردم اگر من به جای فرهاد زاهدی بودم و شرایط اونو داشتم الان مثل اون بودم یا نه. ما این حرفا به چی میخوایم برسیم؟ داریم بازجویی میکنیم؟ نه واقعا نه، اصلا همچین قصدی ندارم. دکتر سهرابی هم فکر میکنه من میخوام تو رو از این مسئلهی که گرفتارشی نجاتت بدم، ولی من واقعا نمیخوام همچی کاری رو بکنم، چون اصلا این کاره نیستم. اصلا نمیدونم یه معتاد رو چجوری میشه ترکش داد. پس چرا بیشتر وظیفه؟ خب ببین، تو یه حرفایی زدی که ذهن منو مشغول کرد، درباره موسیقی، زندگی امروز. خواستم یه خورده واسه خودم قضیه روشن‌تر بشه. چی روشن بشه؟ اینکه اگه شما جای من بودین آیا به سرنوشت من دچار می‌شدین؟ خب آره، شاید یکیشم همین مسئله است. ببینین آقای دکتر، جوانای اون موقع که شما یکی از جووناش بودین با جوانای الان خیلی فرق دارن، اصلا قابل مقایسه نیستن. چیش فرق کرده؟ همه چیش. مثلا ببینین، ماشینیزم که میدونین چیه، خوی انسانی ما رو گرفته. این روابط سنتی خانواده هم که دیگه تو ایران قربونش برم، اون وقت این ماشینیست با سنتای ما قاطی شده، بدبختمون کرده، فقط هم دست پامونو گذاشته تو پوست گردون. خب چرا از این زندگی به قول خودت ماشینی فرار نمی کنی؟ نمیزنی بری تو دل طبیعت یه گوشه زندگی کنی؟ شرایطش نیست، اصلا امکانش نیست. آه، چون شرایط و امکانشو نداری، عوض این که کاری بکنی نشستی و دور خودت یک دنیا سر تا پا ذهنی و پر از توهم ساختی. قبول دارم تو داری از شرایط فرار میکنی، تو حتی اعتراض به شرایط اطرافت هم بلد نیستی. آخه اعتراض که فقط داد بیداد کردن گلو جر دادن نیست. خب همین بی‌اعتنایی من به خانواده و هرچی که دور و برم خودش این یه جور اعتراض دیگه. خب این که بدترین نوعشه. تو که موسیقی بلدی، چرا از موسیقی استفاده نمی کنی؟ واسه چی؟ شرایط نامطلوبه به قول خودت دور و برت عوض بکنی، همون زندگی ماشینی و سنتی و عواطف دست و پاگیر رو، نمیدونم، آرامش پیدا کنی، اونجوری که دوست داری زندگی بکنی. متاسفانه موسیقی تو ایران مسخره است. اه؟ نه بابا، جدی میگی؟ ببینید، موسیقی ایرانی اگه میتونه چیزی رو تغییر بده، چیزی عوض کنه، اول از همه خودش رو عوض میکرد. یه عمر دایره یه دایره دارن میچرخن، دیلینگ دیلینگ، بازم میارن همون جایی که بودن. اصلا یه موسیقی ایستای ثابت، اصلا آدم فقط یاد غم و غصه هاش میفته، نه جای گسترش داره نه پویاست. اصلا میبینی چی آقای دکتر، ایران جای مناسبی نه واسه موسیقی دانه نه واسه موسیقی. واسه همین هم هست که میخوای بعد از گرفتن دیپلمت بری خارج موسیقی بخونی. مادرت میگفت
موسیقی غربی موسیقی عصره، پیشرفته است، باز همه کار میشه کرد، اصلا قابل مقایسه با موسیقی ایرانی نیست. ببینم تو کلونل علی نقی خان وزیری رو میشناسی؟ آره. میدونی که اون سالها هر روز ساعتها میرفت توی صندوق خونه تاریک و ساز میزد، موسیقی علمی رو یاد میگرفت و با تلفیق اون موسیقی و همون قالب محدودی که تو از موسیقی ایرانی میشناسی به اوجی رسید که چند دهه تو این مملکت تصنیفای جاودانه‌ای ساخته شد. قبول دارم موسیقی ایران توی یه مقطعی یه نمور لنگون لنگون پیشرفت کرد، ولی الان میبینیم به چه فضاحتی کشیده شده دیگه. کیا اونو به این فضاحت و ابتذار رسوندند؟ ها؟ موجودات مریخی؟ نه، به نظر من همون جوانایی که دهنشون چل گز واسه موسیقی غربی، اونم نه اصولیش بلکه همون دلنگ و دلنگ کافه‌ایش باز مونده بود. با حرفایی که تو هم میزنی به نظرم خیلی شبیه اونایی. آقا فراد خان، آدمایی مثل تو خیلی ببخشینا، شعورشون مثل یه اقیانوس به عمق نیم بند انگشت، با چهار تا شعار هجوم ماشینیسم و در روابط دست و پاگیر انسان‌ها دور هم جمع میشین و یه جهان رو محکوم میکنید و خودتونو بدبخت. به اسم یأس و ناامیدی بساطی پهن میکنین و حالا بکش کی نکش، وقتی هم تازه میرین تو اپرود به این نتیجه میرسین که باید اینجا رو ول کرد و رفت. پس این هم آدم که ول کردن رفتن خرن ها؟ نه، خود من به اندازه سن و سال تو اون ور بودم، هیچ وقتم عقیده ندارم که این ور دنیا بهشته اون ور دنیا جهنم. نه آقا پسر، فکر نکن که از خونوادت و مملکتت که ببری بری اون ور دنیا زیر پات فرش پهن میکنن. میخوای سلام بکنم زیر بر؟ آره، بگم اینجا همون جایی که آرزوش داشتم، بهشته. نه، فقط بشین با خودتو سنگتو وابکن، ببین کجای این دنیا ایستادی. خودمونی ما تا حالا بغیر از حرف زدن اونم حرفای صد تا یقاز چی کار کردی؟ ها؟ اشکال تو اینه که تو زندگیت هیچ وقت معنی درد و رنج رو نفهمیدی.